بشارعت. 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 بشارت 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 دوستان عزیز سلام عرض عزّ می کنم خدمت یکایک شما به برنامه بشارت خوش آمدید میخوایم امروز یه سری پیام های جدید رو شروع کنیم که عنوانش هست خوشدارهای ایسای مسیح خوشدارهای ایسای مسیح ایس ایسای مسیح راجب خیلی چیزها هشدار داد که میخوایم امروز یاد بگیریم دوستان بیاید از امروز عنوان پیام رو معرفی کنم عنوان پیام امروز هست هشدار عیسی درباره جهنم هشدار عیسی درباره جهنم که اولین پیام سری پیام های عیسی مسیح هستش که امروز میخوایم یاد بگیریم میخوام از انجیل لغا باب 16 آیه 19 تا 31 خدمتون بخونم و بعد دعا کنیم و شروع کنیم پیام امروز رو انجیل لغا اگه دارید کتاب مدس رتبا باز کنید به انجیل لغا باب 16 آیه 19 تا 31 رو میخوایم با هم بخونیم شخصی دولتمن بود که ارغوان و کتا میپوشید و هر روزه در ایاشی با جلال بسر میبرد. و فقیری مگروه بود ایلازرنام که او را بر درگاه او میگذاشتند و آرزو می داشت که از پاره هایی که از خان آن دولتمند میریخت خود را سیر کند بلکه سگان نیز آمده زبان بر زخمای او میمالیدند باری آن فقیر بمرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند و آن دولتمند نیز مرد و او را دفن کردند پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده خود را در عذاب یافت و ابراهیم را از دور و ایلازر را در آغوشش دید آنگاه به آواز بلند گفت ای پدر من ابراهیم بر من ترحم فرما و ایلازر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب تر ساخته زبان مرا خنک سازد زیرا در این نار معذبم ابراهیم گفت ای فرزند به خاطر آور که تو در ایام زندگانی چیزهای نیکوی خود را یافتی و همچنین ایلازر چیزهای بد را لیکن او الحال در تسلیست و تو در عذاب و علاوه بر این در میان ما و شما ورته عظیمی است چنان که آنانی که میخواهند از اینجا به نزد شما عبور کنند نمیتوانند و نه نشینندگان آنجا نزد ما توانند گذشت گفته پدر به تو التماس دارم که که او را به خانه پدرم بفرستی زیرا که مرا پنج برادر است تا ایشان را آگاه سازد مبادا ایشان نیز به این مکان عذاب بیایند ابراهیم وی را گفت موسا و انبیا را دارند سخن ایشان را بشنوند گفت نه ای پدر ما ابراهیم لیکن اگر کسی از مردگان نزد ایشان رود توبه خواهند کرد وی را گفت هرگاه موسا و انبیا را نشنوند اگر کسی از مردگان نیز برخیزد هدایت نخواهند پذیرفت آمین بیاید دعا کنیم خداوندا شگذاریتیم برای کلامت خداوند که عیسی مسیح خداوند تو راجب جهنم و راجب خیلی از چیزها به ما تعلیم دادی ایمان داریم به کلام تو ای خداوند و خداوند دعا میکنم که امروز اگه کسی هستش که نجات رو نداره از جهنم نجات نیافته خداوند کمکش کن که بتونه امروز نجات پیدا کنه حیات جاودان به دست بیاره و بتونه خداوند با تو باشه تا به دل آباد برکت بده به این پیام و نجات بده گمشدگان رو به نام عیسی مسیح آمین آمین دوستان پس میبینیم امروز عیسی مسیح راجع به جهنم هشدار داد بیشتر این چیزی که عیسی مسیح تعلیم داد جهنم بود بیشتر از بهشت عیسی مسیح درباره جهنم به ما تعلیم داد و این خیلی چیز مهمی هستش که باید امروز یاد بگیریم خیلی از ادیان این تعلیم جهنم رو از کتاب مقدس کپی پرداری کردن و اونا هم تعلیم میدن همش از کتاب مقدس میاد هر دینی که هستش راجب جهنم تعلیم میده از کتاب مقدس از تعالیم ایسای مسیح ورداشتن و تعلیم میدن و پس جهنمی هستش دوستان چون چرا چون خداوند عادله خداوند خداییه که با عدل داوری خواهد کرد پس چون کسانی که گناهکار هستند جنایتکار هستن آدم کشتن اگه خداوند جهنمی نباشه اگه خداوند داوری نکنه چجوری میتونه خداوند عادل باشه پس میخوایم امروز راجب به جهنم و هشداری که عیسی مسیح راجب به جهنم داد یاد بگیریم و به هشدار عیسی مسیح توجه کنیم ملاحظه کنیم و بتونیم دستورات عیسی مسیح رو یاد بگیریم که چجوری میتونیم از این جهنم نجات پیدا کنیم راه هستش که میتونید امروز صد درصد مطمئن بشید که از جهنم نجات یافته اید که راهی بهشت هستید میتونید مطمئن باشید خداوند راجب جهنم به ما تعلیم میده و راه هم به ما نشون میده که چجوری میتونی از جهنم نجات پیدا کنی خیلی از ادیان فقط امیدوار هستن میگن که اگر آدم خوبی باشی میتونی نجات پیدا کنی آدم بدی باشی میری جهنم و این حقیقت نداره یه راه هستش که میتونی از جهنم نجات پیدا کنی راه دیگه نیستش که امروز میخوایم یاد بگیریم اولین چیزی که میخوایم راجبه جهنم یاد بگیریم دوستان راجبه مهیا شدن جهنم یاد بگیریم عیسی مسیح راجب مهیا شدن جهنم تعلیم داد یعنی جهنم رو خداوند آماده کرد برای کی ساخت جهنم رو اگه خداوند عادله و خداوند خدای محبته خدای رحیمه چرا اصلا جهنم رو ساخت برای کی ساخت خب در کتاب انجیل متا میخونیم باب 25 آیه 41 میگه پس اصحاب طرف چپ را گوید ای مل اونان از من دور شوید در آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است آتش جاودانی جهنم برای کی ساخته شده برای کی مهیا شده برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده پس کتاب مقدس به ما تعلیم میده همین خود عیسی مسیح راجب جهنم تعلیم داد و تعلیم داد که جهنم رو خداوند برای ابلیس برای شیطان و فرشتگان شیطان مهیا ساخت نه برای انسان خداوند جهنم رو برای انسان نساخت برای ابلیس برای شیطان ساخت و فرشتگانی که تابع شیطان شدن یک سوم فرشتگان آسمان از شیطان تبعیت کردند و اونا هم همراه با شیطان از بهشت رانده شدند. خداوند برای اونا جهنم رو ساخت چرا چون علیه خداوند سرکشی کردند گناه کردند پس اونا میرن جهنم اما مایی که گناه میکنیم ما کجا باید بریم ما انسان ها گناه کردیم کتاب مقدس میگه زیرا همه گناه کردند ما کجا باید بریم و مسلما قانون برای همه باید یکسان باشه اگه شیطان گناه کرد شیطان میره جهنم اگر ما انسانها گناه کنیم ما انسان هم لایق جهنم هستیم ما هم باید بریم جهنم طبق قانون عدل خداوند اما خداوند راه نجات برای ما گذاشته چون میدونه که خداوند میدونه که ما انسانها با گناه متولد میشیم تقصیر ما نیست با گناه متولد میشیم برای همین خداوند برای ما راه نجات گذاشت اما شیطان فرشته بود و گناهکار نبود مقدس بود خداوند مقدس اینو آفریده بود هیچ گناهی درش نبود اما تصمیم گرفت که گناه بکنه و سرکشی کنه تکبرش و کبرش باعث شد که خداوند خداوند رو رد کنه و باعث شد که خداوند این رو از بهش بیرون کنه و جهنم رو درست کرد برای شیطان پس ما هم مثل شیطان که گناه می کنیم ما هم لیاقت جهنم رو داریم اما راه نجات برای ما گذاشته پس اولین چیز یاد گرفتیم که مهیا شده جهنم خداوند جهنم رو آفرید برای شیطان یعنی اصلیت شیطان برای اصلیت جهنم برای شیطان و فرشتگان شیطان بود دومین چیزی که یاد میگیریم که هشدار داد راجب جهنم ایسای مسیح که اولینش مهیا شدن جهنم بود و دومینش عذاب جهنم در جهنم عذاب استش در لغا باب 16 خوندیم آیه 23 تا 24 یه بار دیگه میخونیم یه پس چشمان خود را اون شخص ثروتمند که مرد با ایلازر مرد فقیر جفتشون مردن میگه اون شخص ثروتمند چشمان خود را در عالم اموات گشوده خود را در عذاب یافت یعنی در جهنم در عالم انوات عذاب بود می خودش رو در عذاب یافت دید که عذاب میکشه و ابراهیم را از دور و ایلازر را در آغوشش دید آنگاه به آواز بلند گفته ای پدر من ابراهیم بر من ترحم فرما و ایلازر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب تر ساخته زبان مرا خنک سازد زیرا در این نار یعنی در این آتش معذبم یعنی در این آتش دارم عذاب میکشم میگه کمک کن ایلازر را بفرست که بره آب بیاره برای من دید از دور ابراهیم رو دید که توی فردوس بود و گفت کمکم که دارم عذاب میکشم همچنین در لغا باب 16 آیه 27 تا 28 میخون میگه گفت ای پدر به تو التماس دارم که او را به خانه پدرم بفرستی زیرا که مرا پنج برادر است تا ایشان را آگاه سازد مبادا ایشان نیز به این مکان عذاب بیایند پس میبینیم که جهنم مکان عذابه جایی که عذاب میبینی گفت بر این ایرازده رو بفرست که آب بیاره انگشتش رو بکنه به توی آب که و من بتونم یه قطر آب بنوشم زیرا دارم عذاب میکشم موقع ابراهیم گفت که نه این محاله امکان نداره که من بتونم این کار انجام بدم چون بین ما و شما یه ورطه عظیمیه که کسایی که میخوان از جهنم رد بشن بیان بهشت نمیتونن و نه بهشتی میتونن برن جهنم که این تعلیم کاتولیک ها و تعلیم خیلی از ادیان رو انکار میکنه چون بعضی از ادیان هستن میگن که بعد از مرگ میری عالم برزخ و اونجا برای گناهان تنبیه خواهید شد و بعد از تنبیه شدن میری وارد بهشت خواهی شد همچین چیزی وجود نداره کتاب مقدس میگه کسایی که میرن جهنم تا ابد توی جهنم هستن و کسایی که میرن توی بهشت تا عبد توی بهشت هستن نه بهشتیان میتونن برن جهنم نه جهنمیان میتونن برن بهشت پس اینو باید یاد بگیریم بعد جهنم جاییه که عذاب می‌کشید جای عذابه در مرقس باب 9 آیه مرقس باب 9 آیه 42 تا 48 رو میخونیم که من بذارید من از مرگوس باب 9 آیه 48 تا 42 تا 48 رو براتون بخونم ببینیم خداوند عیسی مسیح راجع به جهنم و عذاب جهنم چی گفت میگه هر که یکی از این کودکان را که به من ایمان آورند لغزش دهد او را بهتر است که سنگ آسیایی بر گردنش آویخته در دریا افکنده شود پس هرگاه دستت تو را بلغزاند آن را ببر زیرا تو را بهتر است که شو... کشل داخل حیات شوی از اینکه با دو دست وارد جهنم گردی در آتشی که خاموشی نپذیرد جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموشی نپذیرد و هرگاه پایت تو را بلغزاند قطعش کن زیرا تو را مفیدتر است که لنگ داخل حیات شوی از آن که با دو پا به جهنم افکنده شوی در آتشی که خاموشی نپذیرد آنجایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود و هرگاه چشم تو تو را لغزش دهد قلعش کن زیرا تو را بهتر است که با یک چشم داخل ملکوت خدا شوی از آنکه با دو چشم در آتش جهنم انداخته شوی جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموشی نپذیرد پس می‌بینیم دوستان اینجا ایسای مسیح راجب عذاب جهنم داره تعلیم میده میگه که جایی که کرم ایشان نمیرد کرم ایشان یعنی اون کسانی که توی جهنم میرن کرم دارن توی بدنشون که میخوره پوست و بدن و گوشت رو میخوره عذاب میده انسان حساب کنید توی بدنتون پر از کرم باشه اون کسایی که شیشه مصرف میکنن مواد مهدر مصرف میکنن بدنشون پوستشون میشه پر از کرم کرم میخوره و بدنشون تورم میکنه پوستشون میپوسه و و این چیزی که توی جهنم هستش که پر از کرمه جایی که آتشش خاموشی نمیپذیره کرمش میگه نمیمیره پس دوستان باید محاسب باشیم که نریم جهنم که بتونیم نجات پیدا کنیم چرا چون جای عذاب جهنم بعد راجب به طول مدت جهنم یاد میگیریم یه شدن جهنم اولینش بود دو عذاب جهنم و سه طول مدت جهنم ببینیم جهنم برای چه مدتی هستش در متا باب 25 و آیه 46 میخونیم میگه و ایشان در عذاب جاودانی چقدر عذاب در عذاب جاودانی خواهند رفت اما عادلان در حیات جاودانی دو تا چیز متضاد عذاب جاودانی حیات جاودانی عذاب جاودانی جهنم استش که یعنی تا ابد تا جاودان عذاب خواهی کشید و حیات جاودانی یعنی میری بهشت تا ابد آباد حیات خواهی داشت زیست خواهی کرد پس دوستان طول مدت جهنم تا ابد آباد تا جاودانی یعنی تا ابد آباد توی جهنم خواهی بود اگه نجات پیدا نکنی دوستان توصیه می کنم که نجات پیدا کنید این یه چیز شوخی بردار نیست این یه چیز جدی هستش که عیسی مسیح هشدار داد یه کسی به شما هشدار بده بگه که امروز سیل میخواد بیاد طوفان میخواد بیاد آماده باشید باید خودتون رو آماده کنید امروز میخواد زلزله بیاد خودتون آماده کنید باید خودتون رو آماده کنید امروز دشمن میخواد بیاد حمله کنه به کشور ما باید این هشداریه که باید خودتون رو آماده کنید اگر عاقل باشید حکیم باشید خودتون را آماده می کنید برای حمله دشمن که بتونید دفاع کنید پس زمانی که عیسی مسیح راجب جهنم تعلیم میده و هشدار میده و عذابش راجب عذابش تعلیم میده که عذابش دردناکه طول مدتش داره به ما تعلیم میده که طول مدتش تا ابد باید مواظب باشیم در متا باب 18 آیه 8 هم راجب طول مدت جهنم تعلیم میده میگه پس اگر دستت یا پایت تو را بلغزانت آن را قطع کرده از خود دور انداز زیرا تو را بهتر است که لنگ یا شل داخل حیات شوی از آن که با دو است یا دو پا در نار جاودانی یعنی در آتش جاودانی اف ش... افکنده شوی پس آتش جهنم جاودانی تا آباد یعنی اونجا خواهی بود همچنین در مکاشفه باب 20 آیه 10 میگه و ابلیس که ایشان را گمراه میکند به دریاچه آتش و کبری تنداخته شد جایی که وحش یعنی دجال و نبی کازه پیامبر دروغین هستند و ایشان تا کی میگه تا عبدالعباد شبان روز عذاب خواهند کشید کسایی که میرن جهنم تا کی عذاب خواهند کشید یه ایشان تا عبدالعباد شبان روز یعنی 24 ساعت روز اینا عذاب خواهند کشید کسایی که میرن جهنم دوستان تا عبدالآباد 24 ساعت شبان روز یعنی همیشه باید در عذاب باشی دعا میکنم که نجات پیدا کنید و بعد میخوایم دوستان راجبه هشدار بعدی هشدار عیسی درباره جهنم اول یاد گرفتیم مهیا شدن جهنم که برای ابلیس مهیا شد دو راجب عذاب جهنم یاد گرفتیم که از توش تو جهنم عذاب سخت استش و سه طول مدت جهنم که تا عبدالآباده برای ابده و چهار جمعیت جهنم جمعیت جهنم چه کسایی میرن جهنم چه کس کسای... چه اددهی توی جهنم هستن اولین چیز گناهکاران، گناهکارن هر کسی که توی گناه زندگی میکنه گناهکارا توی جهنم میرن تا توبه نکنن این گناهکارا توی جهنم خواهند بود تا ایمان نیارن به عیسی مسیح توی جهنم خواهند بود توی کتاب مکاشفه باب 21 آیه 8 میخونه میگه لاکن ترسندگان و بی ایمانان و خبیسان و قاتلان و زانیان و جادوگران و بتپرستان و جمعی دروغگویان نصیب ایشان در دریاچه افروخته شده به آتش و کبریت خواهد بود این است موتسانی مرگ دوم لیست میبره از از همه گناهان از همه گناهان میگه همه اون گناهکارهایی که گناههای مختلف رو انجام میده کسایی که خب... خباست میکنن کسایی که قاتل هستن کسایی که دزدی میکنن کسایی که دروغ میگن کسایی که زنا میکنن همه این گناهکاران میگه نصیبشون در دریاچه افروخته شده به آتش و کبریت خواهد بود این است موت مرگ دوم یعنی بعد از اینکه شما مرگ جسمانی داشتید مردید بعد از مرگ جسمانی مرگ دوم خواهد بود یعنی جهنم دریاچه آتش تا توبه نکنید تا به عیسی مسیح ایمان نیارید همونجا خواهید بود پس دعا می کنم که بتونید نجات پیدا کنید بعد دیگه چه عده ای هستن غیر از گناهکاران چه کسای دیگه هستن که میرن جهنم انسان های مذهبی بعدی انسان های مذهبی میرن جهنم کسایی که مذهبی هستن اونا میرن جهنم شما شاید بگید که چجوری مگه میشه که کسایی که مذهبی هستن خدا ترسن هستن میرن بهشت کتاب مقدس میگه که فقط یه راه هستش فقط با یک راه میتونی بری بهشت عیسی مسیح گفت من راه و راستی حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نخواهد آمد تنها یه راه هستش چرا چون عیسی مسیح فدیه گناه ما شد مذهبی ها که توی زمان عیسی مسیح بودن فریسیان یهودیان مذهبی آخوندا ردش کردن عیسی مسیح رو بهش ایمان نیاوردن ببین عیسی مسیح بهشون چی گفت در متا 23 آیه 33 میخونه میگه ای ماران عیسی مسیح به این مذهبی ها میگه میگه ای ماران و اف ایزادگان چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید عیسی مسیح به مذهبی ها میگه کسانی که مذهبی هستند خداوند عیسی مسیح رو رد کردند مثل این فریسی ها که عیسی رو رد کردند و مصلوبش کردند اونا عیسی مسیح بهشون گفت که ای ماران و اف ایزادگان یعنی فرزندان شیطان چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد یعنی نمیتونن فرار کنند عیسی مسیح خیلی ها, مسیحی ها رو میکشند خیلی از ادیان خیلی از کشورها میرید اگه مسیحی باشید اگه دینتون رو عوض کنید مسیحی بشید میکشند شما رو اگه عیسی مسیح بره تو اون کشور و بگه که من مسیحی هستم من مسیح هستم میکشند و عیسی مسیح بهشون گفت که چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد پس مذهبی ها میرن جهنم طبق گفته ایسای مسیح دیگه کیا میرن جهنم گناهکاران انسان مذهبی و بعد جماعت زیاد خیلی از جماعت توده جماعت زیاد میرن جهنم خیلی وارد جهنم میشن متاسفانه در متا هفت آیه سیزه این مسیح به ما تعلیم داد گفت از در تنگ داخل شوید زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که معدی به هلاکت است و آنانی که بدان داخل میشوند بسیارن می اون طریقی که معدی به هلاکته یعنی راهی هلاکته راهی جهنمه میگه آنانی که بدان داخل میشوند بسیارند یعنی عده زیادی جماعت زیادی وارد جهنم میشن خیلی در شاهراه هستن میرن در اتوبان هستن میرن وارد جهنم میشن و خیلی عده کمی هستند که از در تنگ داخل میشن و وارد حیات میشن وارد بهش میشن عیسی مسیح گفت من در هستم هر کسی که از من وارد شود نجات یابد تنها در هست ایسای مسیح خودش دره گفت من راه هستم من راه راسی حیات هستم هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نخواهد آمد ببینید دوستان بهشت در داره اون در در جسمانی نیست بل بلکه اون در یه شخصه ایسای مسیحه ایسای مسیح گفت من در هستم گفت من راه هستم یعنی باید به ایسای مسیح ایمان بیاریم ایسای مسیح رو باید به عنوان خداوند و نجات دنده خودمون بپذیریم تا بتونیم نجات پیدا کنیم پس میبینیم دوستان گناهکارا میرن جهنم که توبه نمی کنند و انسانهای مذهبی که توبه نمی کنند از مذهبشون و به عیسی ایمان نمیارند اونا میرن جهنم و عده زیاد جماعت زیادی که توبه نمی کنند بلکه راه های دنیا رو پیش گرفتند به این چیزهای دنیا ایمان دارند تا به عیسی مسیح اونا وارد جهنم میشن دوستان چه درسی میتونیم یاد بگیریم امروز درس کاربردی اینه که اولین چیز مسیح برای گناهان ما مرد و دف شد و سه روز بعد از مرگ زنده شد عیسی مسیح برای گناهان ما مرد و دو مسیح جریمه گناهان ما را داد تا ما برای گناهان خود در جهنم جریمه نشویم اینو در اول قرنتیان باب 6 آیه 20 میخوریم میگه زیرا که به قیمتی خریده شدید پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید خداوند میگه شما به قیمتی خریده شدید خداوند ما را خریده چجوری با خون خودش خداوند اومد به صورت انسان رفت روی صلیب فدای گناهان ما شد خونش رو ریخت تا خون ما ریخته نشه در جهنم خداوند آنقدر ما را دوست داشت که اومد با خون خودش خواست ما را بخره از بازار بردگی گناه ما را خرید که ما از گناهان جدا بشیم از مذهب جدا بشیم از جماعت زیاد که همه میرن جهنم از اونا جدا بشیم و متعلق بشیم به خداوند بشیم فرزندان خداوند کتاب مقدس میگه که کسانی که عیسی مسیح رو میپذیرند خداوند بهشون قدرت و اقتدار میده تا فرزندان خدا بشند درس کاربردی که میتونیم یاد بگیریم سومینش اینه که مسیح حیات جاودان را به کسانی که به او ایمان میآورند به طور رایگان میبخشد کسایی که به عیسی ایمان میارند به صورت رایگان بهش رو به دست میارن حیات جاودان رو به دست میارن بدون اعمال بدون مذهب میتونن برن بهشت در یوحنا باب 3 آیه 16 میکنه. میگه زیرا خدا جهان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد پس خداوند آنقدر ما را دوست داشت محبت کرد همه انسان ها را خدا جهان را نه فقط ایده کمیو نه فقط کسایی که خداوند بخواد برگزینه بعضی ها را بفرسته بهش و بعضی ها تعیین کنه که بره جهنم خداوند همچین خدای نیست خداوند همه انسان رو دوست داره همه رو آفریده خداوند همه رو دوست داره و خداوند برای همه راه نجات رو گذاشته چجوری میگه پسر ایگانه خود را داد که مصدوب بشه تا هر که بر او یعنی کسانی که بر عیسی مسیح ایمان آورن هلاک نگردد کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره هلاک نخواهد شد جهنم نخواهد رفت بلکه حیات جاودانی یابد این وعده خداست که با ایمان به عیسی مسیح حیات جاودان خواهی یافت از جهنم نجات خواهی یافت و عیسی مسیح هشدار داد راجع به جهنم گفت جهنم جایی که عذاب خواهی کشید جهنم جایی که تا عبدالآباد اونجا عذاب خواهی کشید اما راه نجات خود عیسی است عیسی ایسا راه و عیسی دره و چهارمین درسی که میتونیم یاد بگیریم دوستان اینه که به اعمال خوب و مذهب تکیه نکنید زیرا نجات نخواهید یافت بعضی ها فکر میکنن با اعمال خوب یا با مذهب میتونن برن بهش نه اعمال خوب ما را میتونه نجات بده نه مذهب میتونه ما را نجات بده چرا؟ چون اعمال خوب گناه را از بین نمیبره ما گناهکار هستیم و گناه باید همیشه پرداخت بشه و جریمه رو فقط عیسی برای ما پرداخت کرد نه مذهب نه اعمال خوب ما میتونه گناه رو از بین ببره گناه باید پرداخت بشه و این کتاب مقدس در افسسیان باب دو آیه 8 تا 9 اینو میخونیم میگه زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند و نه, نه از اعمال کتاب مقدس میگه شما با فیض خداوند به وسیله ایمانتون به عیسی مسیح نجات یافته اید از جهنم نجات پیدا میکنید و این میگه از شما نیست به خاطر خوبی شما نیست به خاطر اون اعمال خوب شما نیست میگه این بخشش خداست این یه هدیه است رایگانه نه از اعمال نه از اعمال یعنی از اعمال نیست با اعمال خوب با نمیدونم خوبی کردن به دیگران با محبت کردن به دیگران با پول دادن به فقرا با نظری درست کردن نمیدونم به،, به مردم غذا دادن این کارا خوبه اما گناهان ما رو از بین نمیبره با حتی با کلیسا رفتن نمیتونی بری بهشت حتی با تعمید گرفتن در کلیسا نمیتونی بری بهشت با هیچ روشی نمیتونی بری بهشت هر کاری که بخوای انجام بدی تا بتونی بری بهشت نمیتونی این کاری که عیسی مسیح برای ما انجام داد دو هزار سال پیش با ایمان به کار عیسی مسیح ما میتونیم بریم بهشت نه با ایمان به کار خودمون عیسی تنها راهه در یوحنا باب 3 آیه 36 میخونه میگه آنکه به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد و آنکه به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید بلکه غضب خدا بر او میماند آنکه به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد اگه به عیسی مسیح ایمان بیارید حیات جاودانی خواهید داشت اما خوشدار میده عیسی مسیح میگه آنکه به پسر خداوند به عیسی مسیح ایمان نداشته باشه حیات را نخواهد دید بهش را نخواهد دید میگه بلکه غضب خدا بر او میماند یعنی جهنم عذاب جاودانی آتش جاودانی عیسی مسیح هشدار میده میگه توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است توبه کنید به عیسی مسیح ایمان بیارید عیسی مسیح خدا بود که به جسم ظاهر شد فدای گناهان ما شد روی صلیب جریمه گناهان ما رو پرداخت کرد هیچ دینی هیچ بنیانگذار دینی جریمه گناهان شما رو پرداخت نکرد تنها عیسی بود که جریمه رو پرداخت کرد مرد و از مردگان زنده شد و ثابت کرد که عیسی تنها راه و راستی حقیقته تنها دره که میتونیم با عیسی مسیح وارد بهش بشیم دعا کنید از عیسی مسیح بخواهیم که نجاتتون بده و عیسی مسیح حتما نجاتتون خواهد داد شما را دوستان تا برنامه آینده به خداوند میسپارم اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند برای مکاتبه با ایشان لطفا از طریق تلگرام ادساین بشارت 777 اقدام نمایید